همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی. مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم. مهمون امروز یک متخصص آب و خاک و در مورد این بحث خیلی مهمی که این چند وقت خیلی مطرح شده می‌خوام صحبت کنیم. ولی قبل از اینکه مهمون برسیم، مثل همیشه اگر دوست دارین کار منو دنبال کنید توی سوشال میدیا با هندل @kingram KINGRAAM. این اپیزود تصویری نیستش، فقط آدیوه، ولی اگه دوست داشتین اپیزودهای تصویری رو ببینید به youtube.com/kingram میتونید سر بزنید. اگه دوست دارین پیغام شخصی من بدین که توی پادکست استفاده کنم، یعنی همه رو که استفاده میکنم، یعنی اونایی که شاید مرتبط باشن یا جالب باشن، ولی لینک تلگرام شخصی من است t.me/mastyoraasty mastyoraasty. اگه دوست داشتین یه کمک کوچیکی به پادکست کنید، چون با این کمک شما فقط زنده است این پادکست، من سپانسر و اینا فعلا قبول نمی کنم چون دوست ندارم از آزادی بیانم گرفته بشه، میتونید به gofundme.com/kingram سر بزنید یا یه NFT برید بخرین از foundation.app/kingram که با آرتیست های مختلفی که این پادکست رو گوش میکنن یا پیگیر موزیک هم هستن کار میکنم. همه پولا رو اونجا با اونا نس تقسیم میکنم، یه سریاش هم به خیریه میره. و اگه تیشرت دوست داشتین بخرین، داخل ایران با اینستاگرام وحشی بای رام تماس بگیرین و خارج از ایران alangu.com/kingram. مهمون امروز دوست عزیزم مهیار که دانشجوی PhD تو حوزه آب و خاک از دانشگاه براونشوایگ آلمان. اتفاقا جوری که با مهیار وصل شدم خیلی جالب بود. من توی دیسکورد اومدم یه مسیج زدم توی دیسکورد سرور خودم، در ضمن اونم لینکش معمولا هستش توی جای مختلف اگه کسی دوست داشت عضو بشه دیسکورد سرور ما رو، و از بچه‌ها پرسیدم کسی هستش که توی این حوزه میخوام یه پادکست ضبط کنم توی این حوزه آب و خاک و نیاز به کمک دارم، که بعد یهو مهیار جوابمو داد و دیدم خود جنس طرف و با هم صحبت کردیم و دیدم نه، این خیلی معلومات خیلی خوب و بالایی داره و خیلی هم شمرده و خیلی با حوصله همه چی نشست برام توضیح داد و ازش خواهش کردم که امروز بیاد اینجا برای ما بیشتر این بحث رو باز بکنه، چون فکر میکنم توی همینجوری که دیدیم از اتفاقاتی که توی خوزستان افتاده و کلن توی دنیا این بحث بالاخره روز به روز داره داغتر میشه، من فکر کنم خیلی خوبه که بیایم با هم دیگه در مورد این موضوعات صحبت بکنیم. خلاصه خیلی خوش اومدی مهیار جون. مرسی ازت رامین جون، واقعا ازت ممنونم که من دعوت کردی تو این پادکست جذاب و پربیننده. من امیدوارم که این بحثی که امروز با هم دیگه باز می‌کنیم فقط یه شروع باشه. فکر می‌کنم که تو شاید اولین پادکست ایرانی هستی که اگه اشتباه نکنم راجع به آبیاری صحبت می‌کنی یا وضعیت منابع آب. تا حالا حداقل میتونم اینو بگم که تنها پادکستی هستم که از دراگ و سکس و اینا حرف زده همزمان با آبیاری و هزار تا چیز. هیچ کی فکر نمی‌کرد روز اول که شروع کردی، هیچ کی فکر نمی‌کرد یه روزی راجع به منابع آبیاری بلاغ. من فکر نمی‌کردم. خودم هم فکرشو نمی‌کردم موقع. امیدوارم یه بحثی رو باز بکنه که بشه بعداً راجبش بیشتر بحث کرد آدم ها. یعنی این داستان ما بیاریم رو که بقیه بتونن راجبش صحبت کنن، فکر کنن، و چون این مسائلیه که همه با هم باید فکر کنیم و حلش رو کنیم. بالاخره من میگم مهیار بیا از اول داستان شروع کنیم، چون اون دفعه که با هم حرف زدیم خیلی خیلی خوب داشتی تاریخچه اصلا داستان آبیاری و اینا رو توضیح میدی که از قنات و اینا شروع شد و حالا
من میدونی من تو این پادکستم چند بار اشاره کردم به داستان انقلاب کشاورزی مثلا 10000 سال پیش اینطورا که شروع شد حدوداً 10000 سال پیش، حداقل بر اساس اون چیزایی که ما تا چیزای تاریخی که ما داریم و شیفت زندگی هانتر گاتری به زندگی بیشتر مزرعی و کشاورزی و سکونت در یه جا. حالا من بیشتر همیشه از جنبه خیلی جامعه شناسی و انسان شناسی اینا به بحثا نگاه میکردم، ولی هیچ وقت توی دیتیل علمی خود بحث کشاورزی و آبیاری اینا وارد نشدم. برای همین اگه دوست داشتی به نظرم از همون اول شروع کن تو و من هی اون وسط ها یه پارازیتایی میدم وقتی که سوالایی که برام پیش بیاد که بخوام بیشتر متوجه بشیم داستان چیه. آره دیگه، خب داستان اینه که همونطور که گفتی واقعا از ما حدودا مثلا 11000 تا 12000 سال پیش، حالا میگن 11500 سال پیش انسانی که قبلش یعنی هوموسپینا شکار میکردن، یا یعنی خانوما و آقایون جنس مرد و جنس زن میرفتن با هم یا شکار میکردن، یا معمولا آقایون شکار میکردن خانوما کلکت میکردن یعنی جمع‌آوری میکردن. اگه شاخه درختی بوده به دردشون میخورده یا بذری دونه‌ای رو زمین افتاده بوده. ولی اینا بعدن بعد از یه مدت اینا به این نتیجه میرسن که یه سری بذرایی رو مثلا اگه درخت ها رو تکون بدن سال دیگه این درخته ممکنه یه سری بوتهایی سبز بشه اطرافش، ولی اینا حالت وایلد بوده یعنی وحشی بوده اتفاق میفتده بدون هیچ فکری پشت سرش، فقط این به این نتیجه رسیده بودن که میشه این اتفاق بیفته و ما سال دیگه برداشتمون بیشتر بشه، یعنی میرفتن محصول جمع کنن یا شکار کنن و این کارم انجام میده. این اتفاقی که میفته اینه که مثلا 13000 سال پیش حدوداً شروع میکنن به اهلی کردن حیوانات، مثلا گوسفند رو شروع میکنن اهلی کردن و اونجا میشه انگار آغاز کشاورزی که اگر ما دامداری رو بخشی از کشاورزی در نظر بگیریم، شروع میکنن به اهلی کردن و بعد به این نتیجه میرسن که از 11000 سال پیش یا 11500 شروع میکنن که این بذرا رو پخش کنن روی یک سری زمینایی که بتونن سال دیگه برداشت کنن و یه مقدار از این بذر رو مثلا اگه 10 واحد بذر مثلا امسال تولید می‌شده 9 واحدش رو امسال بخورن، حالا نون درست کنن یا هر چیزی، یه واحدش رو بذارن برای سال دیگه، یعنی دوباره پخش کنن روی زمین و سال دیگه بتونن از اون استفاده بکنن. این میشه آغاز انقلاب کشاورزی، آغاز دوره‌ای که بشر تونست گیاه رو اهلی بکنه و به نفع خودش و به سود خودش ازش استفاده بکنه. بعد ولی تا این موقع هم آره بخواستم میپرسم تا این موقع یعنی بیشتر اینا مثلا به بارون اتکا میکردن یا به آبای طبیعی که دورور مناطقی که مثلا وجود داشت؟ آره بارون. این داستان بیشتر ببین اینا معمولا توی مناطق تروپیکال وقتی که مثلا مناطق حاره‌ای که وضعیت بارندگی مناسب بوده معمولا آدم ها زندگی میکردن، خیلی اینجوری بوده که فقط به این نچیسی بودن اینا مثلا بذر رو پخش کنن و خب بارون میاد و هیچ ایده ای از کود اینجا آمبولانس زیاده توی آلمان، آمبولانس پلیس زیاده اومدن جمعت کنن، تا اومدی حرفای حساس بزنی فهمیدن قضیه چیه دارن میریزن سرت. ممکنه بازم رد بشه، اشکال هم صداش نمیاد بگو. یه مقداری ولی نه اینا مثلا می اومدن از علف هرز ایدهی داشتن یا از آبیاری ایدهی داشتن یا از کود یا هیچ چیزی ایدهی نداشتن، فقط اینو پخش میکردن و سال دیگه میتونستن برداشت بکنن و محصولشون. کم کم اینا شروع میکنن به اهلی کردن بذرا. اهلی کردن یعنی چی؟ یعنی همین کار که یه مقدار بذر شما جمع میکنی برای سال دیگه و اینطوری میشه که آدمی که میرفته شکار میکرده و همیشه تکون میخورده از یه جا به یه جای دیگه کم کم مستقل میشه، یعنی ستل داون میکنه، یه جایی مستقل میشه و غذا رو میاره سمت خودش به جای اینکه خودش بره سمت غذا. البته میدونی که مرزی بین این دو یعنی بگیم مرزی بین انسان شکارچی تا انسان کشاورز وجود نداره، کما که تا 100 سال پیش همین الان هم ممکنه شکارچی داشته باشی بالاخره، درسته؟ آره. بعد واقعا ولی درصدش زیاد شده دیگه، یعنی کشاورزی به عنوان یه صنعت کم کم جای خودش رو باز کرده توی به عنوان جیره غذایی.
بعد میگذره و اینا فقط کشاورزیه. ما وقتی که توی کشاورزی از آب طبیعی یعنی بارون استفاده میکنیم بهش میگیم کشاورزی دیم، یعنی از کشاورزی فاریاب یا کشاورزی که ما آبیاری بکنیم نیست. و تا فکر میکنم اولین شواهدی که پیدا کردن مثلا 5-6 هزار سال پیش بوده، اولین شواهدی که پیدا کردن که انسان به این نتیجه میرسه که بایستی محیط رو برای رشد گیاه بهتر بکنه. بعضی مناطق خشک بوده مثلا شمال آفریقا یا همین خاورمیانه خودمون، عراق امروزی، سوریه یا شمال آفریقا، مصر. به این نتیجه میرسه که این آب رودخونه نیل رو ما چرا استفاده نکنیم، مثلا از اون مناطق بیایم. آره چون انگار قبلش میدونی من داستانا رو دیگه همه خوندیم از امپراتوریای قدیم و از تکا و فلان، حتی تو خاورمیانه حالا اینور دنیا که میرفتن کله آدم ها رو میبریدن و سکریفای قربانی میکردن به خداهایی که باهاشن که تو رو خدا مثلا این این چی میگن این کشت ما یه کاریش بکنه بارون بیاد و فلان. یعنی اون هنو تصورات خیلی این بود که وصف بود انگار به الهیون، میدونی بارون. آره دیگه دقیقاً. بعد دعا میکردن و میخواستن، یعنی هنوزم هست کلا آب به خاطر اینکه با زندگی همراهه خیلی مقدسه دیگه، یعنی همیشه. خلاصه این بوده که اینا این نتیجه میرسن که بخوان محیط رشد ریشه رو، یعنی محیطی که گیاه رشد میکنه رو، به این نتیجه رسیدن که اگر ما آب بدیم محصولمون بیشتر میشه. خب چرا آبم داریم، مثلا یه نیل یا رودخونه خیلی بزرگه، آب بدیم و محصولمون بیشتر میشه. و از اونجا آب دادن یا علم آبیاری شروع میشه، مثلا 5000 سال پیش بوده، 5-6000 سال پیش، که خب ایران هم جزء اولین کشورهایی بوده که آب میداده، بخاطر اینکه مناطق خشک بوده. تو اگر توی مناطق تروپیکال یعنی مناطق حاره‌ای بودین که بارون مثلا 2000 میلیمتر بارون میومد در سال، واقعا به این داستان فکر نمی‌کردی، اصلا محدودیتی نداشت. و خب برای همین آبیاری توی این کشورهایی که خشک بودن توسعه پیدا کرد. پس اگه بخوایم آبیاری رو تعریف بکنیم، تعریفش چیه؟ تأمین کردن آب برای گیاه، برای گیاهی که ما کشت میکنیم، تأمین کردن آب برای اینکه رشدش کم نشه، به رشدی که ما دوست داریم برسه که بتونیم بهترین سود اقتصادی رو ازش ببریم. یه بخشش با آب بارون تأمین میشه، بخشی از نیاز گیاه، و بقیهش رو هر چیزی که با آب بارون تأمین نشد و ما مجبوریم خودمون یه جوری شده بالاخره به این گیاه آب بدیم. که همون قنات و رودخونه و دریاچه و این چیزا بودن اوایل دیگه، درسته؟ آره دقیقاً. که بعد اینو مثلا یاد میگیرن کانال بزنن، یه جوری آبو جابجا بکنن و از این جور کارا دیگه، درسته؟ چون تو تاریخ ها مثلا توی خیلی از سایت های چی میگن جیولوژیکال یا آرکیولوژیکال که نگاه میکنن، باستان شناسی خیلی هستش این علایمی که این کانال قدیمی که چه جوری ایرگیشن سیستم داشتن یا آبیاری میکردن و اینا. دقیقاً. این خیلی جالبه. این چیز جالبی که الان هست اینه که مثلا فلات ایران یا ایران قدیم یا پرشیا یا حالا یا هر چیزی جز تمدنایی بوده که قدیم تمدنا کنار آب شکل میگرفته، ولی خیلی جالبه که تمدن ایران کنار آب شکل نگرفته، آب رو ورده برای خودش. و این خیلی جالبه، یعنی آب رو برای خودش فراهم کرده. از چه طریقی؟ به این نتیجه رسیده که میتونه آب سطحی مثل رودخونه ها رو با زدن کانال حالا منحرف بکنه به یک صورتی و ببره روی زمیناش، یا از آب زیرزمینی استفاده بکنه. به چه صورتی؟ به صورت قنات، که قنات مثلا همینطوری که تو گفتی از 2500 تا 3000 سال پیش ما قدیمی ترین قناتایی که داریم مال اون دور است. من راجع به قنات هم صحبت میکنم، قبلش میخوام ببینم یعنی صحبت کنیم راجع به این که چرا ما آبیاری میکنیم، یا وقتی آبیاری میکنیم چه اتفاقی میفته. گفتم که چرا آبیاری میکنیم، به خاطر این که گیاه به آب نیاز داره، هم به خاطر ساختمونش، یعنی اگه درختی داشته باشیم مثلا چوب بخش عمدهش از آبه دیگه، سلولوز و آب، یا مثل انسان هم توی بدنش نمیدونم 70-80% سلولای ما آبه دیگه. ولی گیاه یه خاصیتی که داره، یه بخش عمده ایشو واسه خنک کردنش استفاده میکنه این آبو، یعنی آبو جذب میکنه که خنک بشه، مثل سگا که زبونشون میارن بیرون که مثلا خنک بشن. گیاه هم برگاشون یه سری روزنایی داره باز میکنن که
تعرق ما میگیم، مثلا این تعرق بکنن، عرق بکنن، یعنی ترانسپیریشن میگن انگلیسی ها اجنبی ها بهش. بعد این کار میکنه که خنک بشه و اگر گیاه خنک نشه محصولش افت میکنه. البته همه گیاه اینطوری نیستن، یه سری گیاهی هستن که مثل کاکتوس مثلا سعی میکنه توی مناطق خشک سعی میکنه که آبو تو خودش ذخیره بکنه، یعنی انقدر بیاره پایین تعرق تو خودش که از هم آب کم. مثلا این فیلم های وسترن راسته که اینجوری میزنن یه کاکتوس رو توش آب داره میمیرتش. آره میخوره. آره واقعا من یکی از رویای بچگی همین بود که ببینم چجوریه. ولی آره این بحث هم توی ادامه بحث توی بر همین اون تمدنه قدیم هم خب بین دجله و فرات هم میدونی بزرگترین تمدن ها از همونجا شروع شد و دیگه شرایط خیلی فراهم بود، ولی خب با ازدهام جمعیت و بزرگتر شدن این تمدن ها خب پیچیده تر میشد همه این داستان. خیلی خیلی پیچیده شد، یعنی این جمعیت، اینی که خب اینا آب کافی داشتن، شروع کردن به کشاورزی کردن، بعد جمعیت زیاد شد تا وقتی که جمعیت به یه حدی نرسید که دیگه اونجا منابع آب جوابگو نبود، اوکی مشکلی نبود، ولی بعداً به این نتیجه رسیدن که افزایش جمعیت اونقدر نامتوازنه تو بعضی از مناطق که به مشکل آب می‌خورن. حالا چجوری ایرانی ها به این نتیجه رسیدن؟ مهندسه تاپ ایرانی ها مهندسه خیلی تاپی هستن. همیشه مهندسه همون تاپ بودن، تاپ ده بست بقیل رفیقون. آره، یعنی من با این آلمانی ها شوخی که میکنم میگم همیشه ما بهترین مهندسه هیدرولیک دنیا رو داشتیم یه زمانی، حالا شما همین جرمن انجینیرینگ و مهندسی حالا خوب حداقل یه نکته ای داریم بزنیم تو سر اینا باشون شوخی که میکنم. اتفاقی که افتاد این که ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که این آب رو بتونن استحصال بکنن، یعنی از زمین، از سفره های آب زیرزمینی بکشن بیرون. سفره آب زیرزمینی که میگم یعنی چی؟ یعنی اون زیر، اگه ما بتونیم مثلا یه زیر دریایی، حالا مثلا یه چیزی داشتیم که میرفتیم اون زیر، میدیدیم که زیر زمین مثل اسفنجه، بین ذرات خاک یا ترکایی که توی ساختارهای زمین شناسی اون زیر زمین هست آب هست، یعنی به صورت اشباع، یعنی اگه ما یه سوراخی مثل چاه بزنیم خیلی راحت اون آبا میره توی اون لوله‌ای که ما اسمش رو می‌ذاریم چاه و میتونیم آبو استحصال بکنیم، یعنی بکشیم بیرون و استفاده کنیم. حالا کاری که ایرانی‌ها کردن این بود که به این نتیجه رسیدن تو بعضی از مناطق نگاه می‌کردن، مثلا توی کوهپایه‌ها، مثلا کوهایی که ارتفاعشون 2000 متر بود، وقتی میومدی سمت دامنه مثلا ارتفاع 500 متر 400 متر از سطح دریا، می‌دیدن که یه سری درخت‌های خیلی تنومند هست، ولی هیچ وقت اونجا چی رودخونه نبود، هیچی نبود. به این نتیجه می‌رسیدن که آقا اینجا توی مثلا عمقای مثلا 20 متر 50 متر یا هر چیزی توی عمق اینجا بالاخره ریشه این گیاه واسه آب از یه جایی بگیره دیگه، و به این نتیجه می‌رسیدن که خب پس اون زیر احتمالاً آب هست. و اونجا مناطقی که نگاه می‌کردن که ما بهشون می‌گیم مخرود افکنه، که بخشایی که فرسوده شده، مثلا از بالا فرسوده شده به خاطر فرسایش بادی مثلا یا بارون زده، و یه سری مواد متخلخل مثلا چه می‌دونم گراول یا تیکه‌های سنگ هست، آب راحت میتونه نفوذ کنه. بعد اونجا یه چاه می‌زدن، یه چاه خیلی عمیق مثلا 50 متر با امکانات 2500 سال پیش، و خودم هم جالبه که چجوری تو اون موقع این امکان چجوری این کارو میکردن. پنجم خیلی حالا با کلنگ دیگه این کارو قاعدتا میکردن دیگه، ولی یه داستانی داره که واقعا اینا چجوری اولا پیدا کردن آب، میدونی روش های سنتی بوده، مثلا یه عده‌ای بودن که مثلا تخصصشون پیدا کردن همین داستانی که کجا اون چاه اصلیه رو بزنیم. مثلا خیلی ها رو من 15 سال پیش دانشجو کارشناسی که بودم استادم میگفت که با دو تا چوب، مثلا یه عده‌ای هستن با دو تا چوب میگیرن دستشون، بعد چوبه به یک سمتی جذب میشه نمیدونم و بعد میگن اون منطقه رو حالا بکنید. ولی خب داستان اینجا بوده که هر جا پوشش گیاهی بهتر بوده قاعدتا آب زیرزمینی هم میتونسته اونجا وجود داشته باشه. کاری که میکردن اینه که یه چاه عمیق اونجا تو اون سفره آب زیرزمینی، یعنی اون ناحیه اشباه میزدن. مثلا فرض کنیم سطح آب زیرزمینی کجا بوده؟ توی عمق 50 متر فرض میکنیم. اینا میومدن یه چاهی میزدن با عمق 60 متر، یعنی 10 متر ما توی اون ناحیه‌ایه که اشباهه. و خب پس آب این قابلیت داره که به خاطر اختلاف فشار، یعنی سطح آب
یه اختلاف فشاری داره با جایی که پایین‌تر ازش دیگه، یعنی هر جا آب یا هر سیالی از ناحیه‌ای که انرژیش بیشتره یا سطحش بالاتره نیاز داره، یعنی میتونه بره به سمت جایی که سطح انرژیش پایین‌تر بشه یا انرژیش بیاد پایین‌تر و آب تو این چاه جمع می‌شده. بعد اینا یه کانال زیرزمینی از این چاه می‌زدن به کدوم سمت؟ به سمت پایین دست، به سمتی که شیب کمتره، مثلا کجا بوده؟ 3 کیلومتر، 5 کیلومتر، 20 کیلومتر پایین‌تر. اون زیر این کانال رو یه نفر به عنوان مغنی که تخصصش این بوده که قنات رو یا کاریز رو، که هزار تا اسم داره، یعنی مثلا یه سرچ ساده بکنی می‌بینی که قنات یا کاریز، اسم ایرانیش کاریز یا کاریزه، ولی هزار تا اسم دیگه هم داره، تو هر کشوری یه اسمش میاد. این چاهو می‌زده و بعد یک لوله افقی که بهش میگن گالری قنات یا اون کانال افقی که می‌زده، اینو وصل می‌کرده به با این شیب خیلی کم، مثلا 1/1000 یا مثلا سه کمتر از 1% بذار بگیم، یعنی تو هر 100 متر کمتر از 1 متر این افت می‌کرده این کانال، تا اینکه یک جایی سطح زمین رو می‌دیده و اونجا بهش میگفتن مظهر قنات یا خروجی قنات، اسمایی دیگه هم داره، مظهر اسم عربیشه. بعد کاری که میکردن اینه که یه سری چاهایی هم این وسط میزدن که اکسیژن برسه به اون مغنی که اون زیر داشته میکنده، مثلا هر 30 متر 50 متر یه سری چاهایی دیگه میزدن که به اونا میگن میله قنات و اکسیژن میرسیده، نور میرسیده و این موادی که میکندن رو میتونستن خارج بکنن. یعنی و یه کاری بوده که رام شاید باور نکنی که مثلا 3 نسل آدم روش کار میکردن تا بتونن یه قنات رو بزنن. اینطوری نبوده که مثلا یه شب یکی بیاد 2 ماه دیگه مثلا قنات بزنن. 3 نسل روش کار میکردن، آدمای مختلف، صبح، ظهر، شب میرفتن توی مثلا صبح ساعت 5 کروسخون میرفتن، شب بعد از اذان مثلا میومدن بیرون. و میدید تو بعضی وقتا مثلا با اون حالا تیشهی که داشتن یا مثلا بچه کلنگی که داشتن که همینجوری میزدن مثلا بعضی وقتا میدید 2 متر پیش روی میکرده، بخاطر اینکه مثلا اون زیر نمیدونی چه خبره دیگه. بعد خب یه شغل بوده، ما قناتایی داریم، جالبه بدونی قناتایی داریم که این عمق مادر چاه که عمیق‌ترین چاهشه، مثلا قصبه توی گناباد 350 متره حداقل، یعنی بعضی میگن 400 متر، 350 متر واقعا نفس نمیتونی بکشی اون زیر. چیکار میکردن برای نفس؟ یه از این پمپایی که آهنگرا داشتن که میزدن، پمپ میزدن که مثلا داغ بشه، مثلا آتیششون داغ بشه و اینا، یه نفر اون بالا یا 2 نفر پمپ میکردن آبو با لولایی که مثلا از چرم میساختن، اینو پمپ میکردن، یه نفر پایین بوده مثلا آبو میکشیده یا اون رسوبایی که حالا اون آدمی که مغنی بوده میتراشیده جمع میکرده میرفته بود. و خب این سازه عجیبیه دیگه، یعنی یکی از قنات میشه گفت یکی از شاهکارهای مهندسی بشره شاید، با افتخار. و اینکه چی بندیش و چجوری، اینکه تو چجوری تنظیم بکنی که این با چه شیبی مثلا بری، اینو با نور انجام میدادن. یعنی مثلا ساده اگه توضیح بدم، یه کسی که زیر بوده مغنی، یه مثلا یه صفحه‌ای رو شما در نظر بگیرید افقی، یه صفحه میایم عمود میکنیم روش و یه سوراخی مثلا حالا با یه سری زوایایی و اینا اینو افقی نگه میداریم، یه شمع اگه این ورش میزدن با یه زاویه نور میتابه رو دیوار روبرو، یا رو دیوار که نبوده دیگه، اون جایی که داشتن تخریب میکردن با همون شیب همینو میرفتن. و اصلا بسات پیچیده‌ای بوده واقعا، یعنی یه به قول تو وقتی میگه چند نسل روی قنات کار میکردن و اینا، شوخی نداره واقعا. آره برای همین الان دستگاه میارن فکر کنم تو خیلی راحت‌تر آره دو سه شب میزنن میره دیگه. ولی آره برای همین قدرشو میدونستن دیگه، دو سه نسل چندین آدم و خیلی آدم ممکن بوده که مثلا تو این راه مثلا دبوم نیارن و من پیرش. یعنی ارزش چیزی هم داشت، یعنی آگاه بودن به ارزش مالی داشتن همچین منابع دیگه، یعنی چه حالا بحث مالی، بحث قدرت، بحث نفوذ، همه این چیزا داشتن دسترسی به این منابع. یعنی ما الان دنیا داره برای سمتی میره، همیشه جوک میکنن مردم که یه روزی آب دوباره مثل طلا میشه اگه دنیا همینجوری با تغییرات اقلیمی بره سمت گرم‌تر شدن و اینا،
همیشه همین شوخی میکنه که یه روز آب بنزین طلا گرون خواهد شد. شاید واقعا دوباره برگردیم به همچین دوره. میشه، البته شاید الان آب به اندازه طلا گرون هست ولی ما نمیدونیم، شاید هم بیشتر گرونه، همین آردی یعنی گرون هست. آره، بالاخره آب مایه قدرت بوده اون موقع، یعنی کسی که البته میدونی که بیشتر این قنات‌ها اشتراکی بوده، یعنی چند تا کشاورز چون هزینه خیلی زیادی داشته یا و کار خیلی زیادی میبرده نمیصرفیده که یه آدم این کارو بکنه، ولی خب یه مثلا یه روستا دو روستا در 12 نفر دوره هم یا در 12 گروه مثلا بهتر بگیم دوره هم جمع می شدن و تصمیم می گرفتن فلانجا قنات بزنن و بعد خب کشاورزیشون یعنی عایداتشون محصول کشاورزیشون بیشتر می شد. اتحاد آدم ها به اتحاد آدم ها کمک می کرده، ولی خب جنگ هم ممکن بوده، یعنی دعوا به خاطر قدرت، این که کسی که قنات داشته خب آب داشته، کسی که آب داشته پولدارتر بوده و خب زور بیشتری داشته کسی که پول داشته، یعنی دقیقا مثل الان سیستم الان بوده قاعدتا. خاصیتی که دوتا خاصیت قنات داره که من جدا از این ساختار مهندسیش خیلی یونیک یا منحصر به فردش میکنه، یکی این که یه منبع سستینبل یا پایدار آبه و بوده، یعنی از 2500 سال پیش یا 3000 سال پیش تا الان قناتایی هستن که دارن کار میکنن و بدون هیچ مشکلی کارشون انجام میدن، اگه ما بهشون هیچ سیخ نزنیم اونا کار میکنن و همیشه آب مازادی که توی زیر زمین بوده اینو منتقل میکردن و آدم ها ازشون استفاده میکردن. این یه. دو، مورد بعدی اینه که از لحاظ جامعه هم همینجوری که گفتی خیلی اهمیت داشته، یعنی شاید مهمترین سازه دوره خودش بوده، اینکه آدما کنار هم میشستن، اگر مشکلی بوده اینا با مشارکت هم حل میکردن، یعنی گروه های اجتماعی کوچیک شکل میگرفته هلوهوش مسئله آب، و خب از این نظرم خیلی های اهمیت دیگه. آره، بله. خب همجور جلوتر که اومدیم بعد از قنات بیشتر رفتیم سمت کی بیشتر وارد این داستانه مثلا سیستم های آبیاری بعدی شدیم که ببین اصلا بگیم زمان اون زمانی که قنات بود سیستم های آبیاری چجوری بود، اصلا سیستم آبیاری چیه؟ سیستم آبیاری یعنی یه روشی که انسان یا مهندس پیدا میکنه که بتونه آبو توی مزرعه پخش کنه به بهترین شکل، به شکلی که بتونه ازش بهترین محصول بگیره، بهترین پخش رو داشته باشه. به علاوه اون زمان لوله و اینا که نبوده، که اینا بهترین کاری که میتونستن بکنن اینه که منحرف بکنن، اون کسی که اون زمان این کارو انجام میداده به اسم آبیار امروزی بوده یا اون زمان بهش میگفتن میراب، که آبو پخش میکرده توی زمین. میراب یه فول تایم جاب بوده، شغل 24 ساعته بوده، یعنی مثل پزشک یا مثل یه مهندس کارش این بوده، یعنی مردم بهش پول میدادن یا مثلا هر سال از عایدیشون بهش میدادن که این کارو براشون انجام بده، آبو پخش کنه مثلا. هنوزم اینجوری میشه تو ایران، تو باغ و اینا اون یه ساعته خاصی بود که آبو پخش میشدن به هر باغ. آره دیگه. آره دیگه، دقیقاً همونه دیگه، دقیقاً این بوده که خیلی جالبه این سیستم پخش اتفاقا رام، اینی که اینا از یه واحدی مثلا از فنجون واحد فنجون استفاده میکردن، یعنی میدونی ساعت آبی داشتن، مثل ساعت آفتابی که مثلا کار میکرده، اینا ساعت آبی داشتن. اینجوری بوده که ساعت آبی یه ظرف بزرگ آب در نظر بگیر، توش یه کاسه میذاشتن، کاسه مسی یا برونزی مثلا، بعد کف این کاسه سوراخ بوده، 1 میلیمتر 2 میلیمتر مثلا یه سوراخی میذاشتن، این کاسه رو میذاشتن توی این ظرف بزرگه آب، بعد آب آروم آروم شروع میکرده دیگه، حالا کاسه هر چقدر سنگین بوده، حجم کاسه چقدر بوده، آب شروع میکرده به رفتن پر کردن این کاسه، و اون یه تایمی داشته بهش میگن یه فنجون، یه تایمی داشته مثلا 7.5 دقیقه، 15 دقیقه، 18 دقیقه، از قنات تا قنات، از شهر به شهر، مثلا توی یزد یه چیز بوده مثلا 7.5 دقیقه بوده، توی مثلا جنوب خراسان مثلا گناوات مثلا 18 دقیقه بوده، ولی یه وجه مشارکت یعنی اشتراکی که اینا داشتن اینه که همه این فنجونا بایستی در یه عددی ضرب بشن همون 24 ساعت روز خودمون میشده، که خیلی بامزه است. این ساعت آبی بوده. آره، چون به نتیجه رسیده بودن ساعت مثلا ساعت شنی دقیق نیست اون زمان، و ساعت
آفتابی خب طول شب نمیتونستن استفاده کنن دیگه، یعنی دقیق‌ترین ساعتی بوده که ساعت آبی رو ابداع کردن. بله تو این مقام متوجه میشدن کشاورز و هنوز یا نه که اهمیت کود و جنس خاک و اینا رو چقدر متوجه میفهمیدن که خب آب نیاز داره زمین برای اینکه کشت موفقی داشته باشن، ولی چقدر در مورد خاک آگاه بودن که نیاز به یه سری نوتریشن و این چیزا داره؟ این که اینا آیا مثلا از کود استفاده میکردن، قاعدتا ممکنه به مرور زمان به این نتیجه رسیده بودن که بعضی از خاکا کیفیت بهتری داره، مثلا از لحاظ مواد غذایی غنی‌تره. و میدونی کشاورزای ما کلا آدمای فوق العاده باهوشی هستن، یعنی اون فیلینگی که، یعنی اون حسی که دارن حسای خیلی قویه. مثل ماها، ما معمولیت مثلا بعضی آدما اگه صحبت بکنیم میگن من حس شیشم هم قویه، ولی خب اون هوشه، یعنی اون چیزیه که مثلا اون تجربه ایه که بدون اینکه اون طرف بهش فکر بکنه مثلا بر اساس اون تصمیم میگیره. 100% اینا به این نتیجه رسیده بودن که کدوم خاکا مناسبه، یا اینا مثلا چه میدونم کودای دامی احتمالاً استفاده میکردن. من کلا اطلاعات دقیقی ندارم که آیا مثلا به صورت سیستماتیک اینا کود استفاده میکردن یا نه، ولی دید درستی داشتن که کجاها کیفیت آبش مناسبتره. یعنی قناتایی که امروز هست وقتی نگاه میکنیم اینی که اینا میدونستن کجا آبش مناسبتره، کیفیت آب چطوره، و این فیلینگ رو داشتن. حالا اینا به مرور زمان و سینه به سینه نقل میشده دیگه، یعنی از پدر به پسراش یا از مادر به دختراش اینا منتقل میشدن. جمعیت ها که هرچی کمپلکس تر میشد و بزرگتر میشد، آبیاری چجوری با اون خودش رو وقف میداد؟ یعنی تکنولوژی هایی که به وجود می اومد تو این مسیر چی بود؟ کی بود که دیگه یهو چون یه سوالی هم که همیشه برام پیش میاد اینه که در مورد دنیای قدیم و خیلی از وقتا مریضی هایی که به وجود می اومد به خاطر سیستم فاضلاب اینا بود، وقتی که خب آب مصرف میشد بخصوص توی شهر و فلان اینا با سیستم فاضلاب هم درست تعیین میکردن و خیلی وقتا چون کثافت کاری میشد مریضی های زیادی جد. یعنی کلی آزمون خطا تو تاریخ داشتیم و کلی مریضی گرفتیم و کلی بدبختی بوده تا بالاخره تونستیم بفهمیم که چه جوری یعنی آب تمیز رو ازش استفاده بکنیم و با کجا پخش بکنیم. قابلم که با پیشرفت و تمدن این خود سیستم آبیاری هم چجوری تغییر کرده؟ ببین سیستم های آبیاری کلن وقتی که از قنات بگذاریم، مثلا ممکنه از آب سطحی اینا استفاده میکردن، اینا به مرور زمان به این نتیجه رسیدن که کانال بکشن، مثلا به این نتیجه رسیدن که اگر کانالاشون شیب بندی هاش چطور باشه، چجوری شیب بدن، یا دایره‌ای باشه مقطعش، یا زوزنقه‌ای باشه، یا هر چیزی باشه، یا اینکه کانال رو که می ساختن کفش رو از رس یا کلی، مثلا یکم کلی می ذاشتن کفش که چون کلی نفوذ پذیریش یا رس نفوذ پذیریش کمتره، خب ما افتمون رو کمتر می کنیم دیگه، یعنی اگر یه لیتر آب مثلا اول اون کانالمون وارد بشه ممکنه مثلا 1.5 لیتر خارج بشه، 0.5 لیترش نفوذ میکنه. اینا به این نتیجه رسیدن که با رس مثلا این کار انجام بدن. یا حتی مثلا شواهد هست، مثلا شواهد باستانی هست که اینا یه سری لوله هایی مثل این که ما آجر درست میکنیم، اونا هم لوله های رسی درست میکردن و لوله کشی میکردن واقعا و این کار انجام میدادن، خیلی مدرن بوده. حالا اینکه اگه بگیم انقلاب، اینا همه تو طول 2000 سال 3000 سال اتفاق افتاده. اینکه بگیم آقا انقلاب که اتفاق افتاد، اینی که ما یه تحول جدیدی دیدیم که یهو دگرگون کرد سیستمو، اختراع پمپ بود. یعنی چاها اومدن خیلی خشن و اگریسیو اومدن و اظهار وجود کردن مثلا بعد از توسعه صنعتی، و خب چاه زدیم ما، با زدن چاه دیگه لازم نبود وایستیم، چون اشکال قنات اینه که وقتی شما یه سال اینا درآمد نداشتن، ممکن بود مثلا اگر بارندگی خوب باشه آب قناتمون پربار امسال، و اگر بارندگی خوب نباشه خب پربار نیست دیگه، اینا درآمد نداشتن، مثلا یه سال داشتن یه سال نداشتن. و الان یاد یه چیزی افتادم که جالبه بدونی، که مثلا این که روی اخلاق رو فرهنگ آب چه تأثیری گذاشته. مثلا توی مثلا شمال ایران، مثلا گرگان یا چی میدونم، آدما یه کمی بیشتر تو لحظه فکر میکنن، یعنی نسبت به آدمایی مثلا توی یزد یا چه میدونم تبس اگه فکر کنیم. خب این دلیلش این بوده که توی احتمالاً مثلا شغلشون کشاورزی که بوده، اونا اصلا به آب فکر نمیکردن، مثلا توی گرگان یا توی رشت کسی به آب فکر نمیکرده، به خاطر اینکه آب فراوون بوده و اصلا این مشکل نداشتن.
ولی اون کسی که با قنات مثلا یه سری آیدی داشته بایستی فکر میکرده که ممکنه سال دیگه من وضعیت بارندگی خوب نباشه چیکار کنم، بایستی امسال یه مقدار محصولمو یا یه پول ذخیره کنم. میدونی اینه که آب رو فرهنگم یه مقدار تاثیر داشته. حالا میگن مثلا اونایی که توی اصفهانن مثلا یزدن یکم ممکنه حساب کتاباشون دقیق‌تر باشه یا بیشتر باشه. بعد که بعد خب طبیعتاً هم با وقتی که با اختراع پمپ یه سوء استفاده زیادی هم شدش دیگه از این قضیه که هیچاه و اینا بیشتر بزنن، بعد دولت ها متوجهشن که این چقدر مخربه برای محیط زیست. یعنی حالا دولت یعنی آدم های دانشمندای اون موقع و چه ضرری داره و میخوام بدونم که ضررهای چاه زیادی زدن چی هن؟ یعنی اگه بخوای زبون ساده بگی مسئله چی وقتی که چاه زیاد زده میشه؟ ببین چاه هم یه تکنولوژیه، یعنی شما جیل میکنی یه میری توی آب دقیقا مثل همون کاری که قنات میکنه. این چاهیش اشکالی نداره به نوع خودش، یعنی ما میتونیم کنترل شده مثلا توی منطقه‌ای که حالا بعدا راجعش صحبت میکنیم حالا مثلا یه چاه بزنیم و یه مقدار آب برداشت بکنیم به جای قنات، هیچ مسئله ای نداره. اشکال از اونجایی پیش میاد که ما نگاه میکنیم که هر چقدر این چاه عمیق‌تر بکنیم، هر چقدر پمپمون قوی‌تر باشه، اون موقع آب بیشتری میتونیم بکشیم روی سطح زمین. و اگر انرژی که مثلا توی منطقه مثل ایران تقریبا مجانیه، مثلا ارزونه، مثلا محدودیت هم نداریم، یعنی دلیل نداره که بهش فکر کنیم. اشکال از اونجایی پیش میاد که ما فکر میکنیم هر چقدر پمپ بکنیم آب هست و به این اصلا فکر نمی کنیم که آیا سال دیگه، دو سال دیگه یا 20 سال دیگه بازم آب هست یا نه. و ما اوور اکسپلویت می کنیم، یعنی بیش از حد انگار دیدی میگن رس زمین رو میکشی یا رس یه چیزی رو میکشی. یعنی انقدر از این زمین ما آب میگیریم که چه اتفاقی میفته؟ زمین منافذی که قبلا پر بوده شروع میکنه به خالی شدن، به مرور زمان خالی میشه و اون منافذ خشک میشه کلن و بعد نشست میکنه. کمایی که یکی از مشکلاتی که الان ما داریم اینه که زمینامون توش داره چاله های خیلی بزرگ که میگن فروچاله، یه سری چاله های خیلی بزرگ مثلا چه میدونم قطر 30 متر 50 متر داره، به خاطر اینکه یعنی درست میشه دیگه اینا، به خاطر اینکه هی داره نشست میکنه زمینا، یعنی ارتفاعش کم میشه. حالا اشکال از این بیش از اندازه برداشت کردن توسط چاهه، یعنی خب خود چاه که مثل هر تکنولوژی دیگه میشه ازش درست استفاده کرد. میدونی مثلا برای اینکه بگم مثلا نشست خیلی خیلی پدیده هارش و خطرناکیه. این نشست یعنی یه پدیده خیلی ساده نیستی که ازش عبور بکنیم، برای اینکه یه فرایند برگشت ناپذیره، یعنی یه فرایندی که یک بار در طول تاریخ اتفاق میفته و تموم میشه. یعنی شما نمیتونی یه زمینی که نشست کرده رو دوباره نمیدونم فوت بکنی یا یه چیزی بذاری که دوباره برگرده. مثلا مثل اسفنجی که شما تو دستت فشار میدی ولی وقتی دستتو باز میکنی دیگه بر نمیگرده به اون حالت، یعنی شکل میگیره. الان مثلا توی ایران به صورت متوسط مثلا 35 تا 40 سانتی متر ما هر سال داریم نشست میکنیم توی دشتامون. یعنی مثلا اگه با ماهواره اندازه گیری بکنیم مثلا ارتفاع سطح زمین رو هر سال ما داریم میریم پایین تر پایین و پایین تر، که خب اینا میتونیم راجبش صحبت بکنیم که چه ضررهایی داره. این که با کشاورزا صحبت بکنیم میگن مثلا چاه من لوله زایید، مثلا زبون مثلا عامی، در صورتی که اون لوله نمیزاد، اون زمین داره نشست میکنه. اون لوله‌ای که توی چاه گذاشتن، چون وقتی چاهو حفر میکنن برای اینکه اون رسوبات اطراف چاه نریزه چاهو پر نکنه، یه سری لوله‌های میله‌ای بزرگ میذارن و اون لوله‌ها میزنه بیرون. مثلا توی خیلی جاها میبینی یه متر دو متر لوله زده بیرون و این نشون میده که نشست کرده. خیلی غم انگیزه. بعد خب با توسعه تکنولوژی و بزرگتر شدن و پیشرفته تر شدن تمدن‌ها، پیچیدگی‌ها و مسائل جدیدی که مواجه باش میشدن کشاورزا چیه تو این پروسه؟ یعنی الان ما قنات داشتیم، بعد چاه زدیم، بعد دیگه کم کم سیستمای بارون هم که بود، بعد ایریگیشن و این چیزا، یعنی ایریگیشن و چی میگم فلاد درینینگ بود اون سیستم آبیاری دیگه. ببین کلاً خب ما گفتیم که ما اومدیم تا چاه دیگه، که چجوری ما
اگر ما بخوایم مثلا بخش آب رو به چند بخش تقسیم کنیم، یکیش بخش تامین آب که میشه چاه، آب زیرزمینی، بارون، آب سطحی مثل رودخونه ها و اینا، یه بخشش انتقال آبه که حالا ما منبع و شناسایی کردیم که کجا آب هست، حالا اینو چجوری منتقل کنیم توی زمینمون که بتونیم کشاورزی بکنیم، یه بخشش کاربرد یعنی اپلیکیشنه، یعنی چجوری ما این آب رو روی زمینمون پخش کنیم، که خب راجع به همه اینا داستان هست. اینی که راجع به ما بیشتر الان راجع به چاه و تامینش صحبت کردیم، راجع به دلیوری، مثلا دلیوری اگه صحبت بکنیم، اینی که چجوری آب رو از اون منبع بیاریم سر زمینمون، مثلا با لوله میتونن این کارو انجام بدن، مثلا بخشی که یعنی مدرنیزیشن چجوری اتفاق افتاد، اینی که اینو با لوله منتقل کنن که آب نه نفوذ بکنه، یعنی ما آبمون رو از دست نده، آبی که انرژی براش مصرف کردیم نه نفوذ بکنه توی زمین، نه تبخیر بشه، چون آب وقتی تو کانال طبیعی بدون هیچ پوششی منتقل می‌شده، هم نفوذ داشتیم هم تبخیر، و اینو با لوله منتقل می‌کردن یا کانال‌های سیمانی، و اینطوری اتفاق افتاده از لحاظ تکنیکالیه. یعنی ولی خب شیوه‌های مدیریتی مختلف هم بوده، مثلا اینکه بهترینش اینه که بهش میگن آن دیمند، یعنی اینکه بهترینش این اتفاقی تو شهرها می‌افته، شیرابو وا کنی هر وقت می‌خوای، یا کشاورز شیرابو وا کنه، یه مقدار آب بر اساس یه حجم ثابت یا حجمی که اون کشاورز حق داره استفاده بکنه برداشت بکنه و شیرابو ببنده. این به زبان ساده اینه، بهش میگن آن دیمند، که حالا انواع مختلف اینا داره. حالا وقتی میاد روی مزرعه، تکنولوژی با ما چیکار کرد؟ گفت ما اگر یه واحد آب داریم، یه متر مکعب آب داریم، اینو چجوری پخش میکنیم شیوه‌های مختلف. قبلا تو طول تاریخ اینا رو ما فقط روی سطح آب پخش می‌کردیم، یعنی زمینه انتقال دهنده آب برای ما، یعنی اون بستر، خود خاک بوده، خود زمینمون بوده، آب از بالا ول می‌کردیم، حالا توی کرتایی که درست می‌کردیم، مثلا دم در دم کرت یا بیسین به انگلیسی میگن، حالا کرت یه جای زمینیه که ما صاف می‌کنیم، دورشو یکم ارتفاعشو می‌یاریم بالا که آب بتونه جمع بشه، مثلا یه گیاهی مثل علف یا یونجه، مثلا حالا علف منظورم گراس، گیاهی علفی مثلا، یا یونجه اگه بخوایم کش کنیم روش مناسبی، یا جوی و پشته میگن، یعنی تراکتور دیدی مثلا توی مثلا مزارع کشاورزی، یه تراکتور پشتش یه گاواهن وصل کرده و 7 و 8ی داره میسازه زمینو، و خب ما توی 7 آب و ول میکنیم و خیلی وقتا توی 8 یعنی اون بالا که بهش میگن پشته، توی جوی آب و ول میکنیم، توی پشته گیاه رشد میتونه بکنه، یا حتی توی خود جوی. این خب این شیوه مدرن‌تر سیستم‌های آبیاری سطحیه، ولی از اینا سیستم‌های مدرن‌تر هم هست، مثل سیستم آبیاری بارانی یا قطره‌ای. سیستم آبیاری بارانی چیه؟ اینه که از بارون الهام گرفتن دیگه، اینکه گفتن آقا طبیعت چیکار داره میکنه، همیشه که رودخونه نیست که ما آبو منحرف بکنیم، بارون چیکار میکنه؟ میاد روی گیاه میریزه دیگه، و اینو سیستم آبیاری بارونی رو اینطوریه که پمپ میکنن توی سری لوله‌ای. بازم اگه توی مثلا توی مزارعی که رفتی دیدی دیگه، نه مثلا یه سری دکلای بزرگ، اگه مثلا ما توی جاده داریم مثلا میریم، یه سری دکلای بزرگی میبینیم که مثلا ارتفاعش 3 متر، اون بالا توی ارتفاع 3 متر یه لوله افقیه که طولش 5 متر بودن، و آبو اونجا با آب پاش با فشاری که حالا اینا همه محاسبه داره، مثلا یه مهندس هیدرولیک باید اینا حساب بکنه که با چه فشاری، چه نوع آب پاشی، با چه فاصله هایی که بهترین مقدار، یعنی مناسب ترین مقدار آب به گیاه برسه. خب این بهش میگن سیستم آبیاری بارانی، که حالا برای اینکه تلفات داره دیگه، چون وقتی ما بارون مثل بارون پخش می‌کنیم، ممکنه بخشیش تبخیر بشه، و خب مثلا خیلی ها میان اینا رو دستکاری میکنن، شدتش رو زیاد میکنن، کم میکنن، یا مثلا فاصله قطره چکونا رو میارن پایین، مثلا میگن توی کشاورزی دقیق با دقت کشاورزی کنن، و نوع دیگه مثلا آبیاری قطره‌ایه که خب همون لولایی که آب منتقل میشه رو اینا پمپ میکنن توی روی سطح زمین میذارن، آبو پمپ میکنن و از روی قطره چکونایی قطره قطره میاد مثلا گیاهو، یعنی محیط ریشه گیاهو مرطوب نگه میداره، چون ما واقعا هدفمون توی آبیاری کلا اینه که محیط ریشه گیاهو مناسب نگه داریم. پس مدرنیزاسیون یعنی مدرنیزیشن یا مکانیزاسیون کشاورزی توی
کاربرد، یعنی کاربرد آب توی مزرعه توی این بخش‌ها اتفاق میفته. البته آبیاری زیر سطحی هم هست، خب یعنی شما لوله‌هاتون رو برای که دیگه از تبخیر جلوگیری کنی زیر زمین میذارید و یه سری لوله‌ای هست که پرفوریتد، یعنی سوراخ سوراخ یا تراوا میگن به فارسی، و شما باز دوباره آبو اونجا هدایت میکنین و میره وارد خاک میشه. بعد بحث سد چی؟ سد کی شروع میشه؟ کانسپت سد از قدیم بوده سد سازی یا اونم یه کار جدیدیه؟ نه سد هم از قدیم بوده، مثلا 3000 سال 4000 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی سد هم بوده و ما ایرانی ها سد میساختیم، یعنی ما قدیمی ترین سد قوسی دنیا رو تو ایران داریم و خیلی سدای مثلا سدی میسد مثلا تو قم هست که مثلا فکر می کنم 2000 سال هنوز داره کار میکنه بعد از 2000 سال. اینا رو با مثلا یادم میاد فکر می کنم با ساروج مثلا با یه سری متریالی که یه سری موادی که حالا رس حالا یا هر چیز دیگه ای که آب نفوذ ناپذیر یعنی آب ازش نفوذ میکنه مثلا سد میساختن و با خیلی رسد هم استفاده درستی میشده. ولی داستان چاهار که خب از مثلا 60-70 سال پیش شروع میشه، داستان صدام از همون چه میدونم 70-80 سال پیش، مثلا سد مثلا هوور که دیگه شاهکاره، مثلا تو میدونی تو آمریکا دیگه نه سد هوور دارم که مثلا فکر میکنم مثلا 70-80 سال پیش 1930 و خورده 5-6 مثلا شروع کرده به کار کردن. این که دیگه سد کم کم سد تبدیل میشه به یه پرستیج دیگه، مثلا مثل ساختمونای بلند تو، یعنی یه نماد توسعه است، یعنی اون چماغه است که بزنیم تو سر بقیه بگیم که ما یه جامعه توسعه یافته ایم. خب اینا بحث خب میگم یه بحثی برای منم خب جالب بودن دوست داشتم بهش برسیم، همین بود که مسئولیت دولت مردان و کسانی که توی قدرت بودن در مورد حفظ کردن این منابع، در مورد پخش و پلا کردن درستش، در مورد سیو کردن برای نسلهای بعدی، و چه چیزایی باعث میشه که یه سری کشورها اینقدر پیشرفت بکنند و اینقدر با دقت و با علم درستی به این زمینه و این حوزه توجه میکنن و رسیدگی میکنن و یه کشورهای دیگه‌ای خب به خاطر سوء مدیریت یا اختلاس یا هرچی اینقدر پرت میشه، یعنی دور میشن از اصل قضیه. آره همین مدیریت. ببین من مثلا به یک به عنوان یک کسی که فکر میکنم راجع به آب، مثلا بیشتر راجع به خاک البته جدیدن فکر میکنم، ولی راجع به آب که فکر میکنم ته هر داستان اینو، یعنی نخو شروع میکنم گرفتن نخ کانوا میرم به تهش میرسم، میخوره به مدیریت نادرست. حالا اینی که و با هر کسی هم صحبت میکنم، یعنی ماها من فکر میکنم اگه ما روی یک نقطه مثلا با همدیگه اشتراک داشته باشیم همه ما، اینی که مدیریت چه کارهایی که نمیتونه بکنه. ببین مثلا یه مثال برات بزنم، اینی که توی اگه بخوایم عدد بگیم یکم جذابتر و بامزه‌تر باشه، اینی که 400 میلیارد متر مکعب آب ما بارندگی توی ایران داریم. مثلا اگه بگیم بگیم 400 واحد، اگه بگیم وقتی که این بارون میاره تو کل کشور، حالا مثلا یه جایی مثل کویر شهداد 60 میلیمتر 50 میلیمتر، مثلا مرکز ایران که خشکه 50 میلیمتر بارندگی داریم، یه جایی مثل بندرعنزلی 1000 میلیمتر و بیشتر مثلا یه جایی بارندگی داریم، ولی به صورت متوسط تو کل ایران اگه همه جا رو جمع بکنیم 250 میلیمتر بارون میاد روی سطح زمین تو ایران. ولی خب ایران خشکه ها، یعنی منطقه خشکیه، یعنی متوسط بارون توی دنیا بین 750 تا 800 میلیمتر شد. یعنی همه دنیا اگه همه ایستگاهایی که بارون اندازه‌گیری کردن جمع کنیم و متوسط بگیریم، ما یه سومش مقدار بارندگی. پس ایران خشکه. اگر ولی اگر ما بگیم از این 400 میلیارد متر مکعب آبی که ما به صورت بارون داریم، بگیم مثلا 70% اصلا تبخیر میشه، از دسترس ما خارج میشه. حدوداً مثلا 100-130 میلیارد متر مکعب، من فکر کنم گفتم 400 میلیون متر مکعب ولی 400 میلیارد متر مکعب، یه حجم خیلی زیاد. 100-130 اون چیزیه که میتونیم ازش استفاده کنیم، یعنی آبیه که برای ما در دسترسه و یه منبعیه که تجدید میشه هر سال و میتونیم ازش استفاده کنیم. و
نیازمون چقدره؟ دقیقا همونقدر. یعنی نیازمون تو ایران دقیقا همونقدره. یعنی ما یه آوردهی داریم توی منطقه خشک، یه مقدار آب داریم و نیازمون چقدره؟ همونقدر با این جمعیتی که داریم. حالا درسته که این آب ممکنه نامتوازن توزیع شده باشه یا جمعیت نامتوازن توزیع شده باشه، ولی در نهایت اینه که ما کشوری هستیم که به اندازه‌ای که می‌خوایم آب داریم. یعنی چی؟ و اختیارش هم داریم دیگه. یعنی ما می‌تونیم مدیریتش کنیم دیگه. یعنی اگر درست اینا رو مدیریت بکنیم، حالا با روش‌های مختلف، دنیا کلی تجربه داره دیگه. می‌دونید که مثلا یکی از تجربه‌های موفق مدیریت کشاورزی رو توی دنیا می‌دونید کجاست؟ احتمالاً بدونید. هلند. یعنی وقتی که مثلا میخوان یه کشوری رو مثال بزنن که مثلا یه تجربه خیلی موفقی داره، هلند. مساحت هلند چقدره؟ فکر میکنم 40,000 کیلومتر مربع. حالا هر عددی، 40، عدد 40 دقیقا معادل مساحت دوتا استان شمالی ما، گیلان و مازندران. یعنی مازندران حدودا 24,000 و گیلان 14,000. یعنی مثلا جمع کنیم بودن میشه مثلا 38 اینا، هلند هم میشه 41. البته هلندیا میدونی که دارن خاک میریزن توسعه میدن، زمینشون رو خیلی زیاد میکنن چون زمین ندارن و آره هم آبم هم میاد رو. آره. و فکر میکنی که ما صادراتمون چقدره؟ مثلا تو گیلان کل صادرات کشاورزیمون چقدره؟ 400 میلیون واحد، حالا بگیم 400 میلیون دلار در سال، یا حالا یا 400 تا 550 میلیون. توی چیز چقدره؟ توی مازندران مثلا میگیم بین 700 میلیون تا 1 میلیارد. یعنی کلا اینا رو هم دیگه بذاریم حدودا میشه 1 میلیارد یورو مثلا فرض کن. حدس میزنیم هلند چقدره صادرات کشاورزیش؟ بیشتر از 100 بیلیون یورو، یعنی 100 میلیارد. یعنی 100 برابر این دوتا استان ما فقط. یعنی یه کشور کوچیک رتبه 1 کشاورزی اروپا و رتبه 2 کشاورزی دنیا بعد از آمریکا. حالا آمریکا مزهدش فهم می‌کنی چقدره نسبت به هلند؟ چند برابر بیشتره؟ نمی‌دونم، مثلا 60 برابر بود، بیشتر باشه دیگه. چقدر؟ آره زدت 5 کن، 270 برابر. واو. یعنی آمریکا با اون مساحت، خب رتبه 1 که بودن مثلا فرض کن 112 115 16 بیلیون یورو مثلا، میلیارد یورو، و بعدش هلند یه کشور کوچولو که اونجا. خب چی میشه هلند؟ هلند میشه بعد ایران میشه خوزستان، این داستانا. یعنی میخوام به اینجا برسیم، یعنی هنوز زوده تو بحث، اگه میخوای هنوز حرفای دیگه هست، ولی واقعا تای بحث میخوام یه جوری برسم به این که چه گوهی زده شده که میدونی به این وضع اومدیم امروز. آره اینه، همین من تای هر داستانی رو که بخوام بگم اینه که ببین، مثل دومینو میمونه هر چیزی که تو دنبال میکنی، مثلا از یه نقطه یک میری به 2 3 4 5. این دومینو محاسبات اشتباه مدیریتیه که ما رو در نهایت یک کشوری که مثلا درسته توی ناحیه خشکیم، اصلا خاورمیانه کلا خشکه، اطراف ما همه خشکن، ولی خب ما یک کشور بزرگیم. مثلا توی همیشه توی جغرافی میخونیم بچه بودیم، 1,648,200 خورده ای کیلومتر مربع مساحت ایرانه. یه عالم مرز آبی داریم و یه عالم آب داریم. الان گفتم دیگه، یعنی ما مقدار آبمون مساوی نیازمونه. درست. اینکه چی میشه که حالا ایران به خاطر اشتباهات محاسباتی که انقدر گسترده است رام، یعنی اگر بشینیم چه میدونم 10 ساعت کما اینکه بحث میکنن تو خود ایران کارشناسا بحث میکنن اینکه چی ارومیه چی شد اونجوری شد، مثلا دریاچه بختگان چی شد خشک شد، هامون چرا اون اتفاق براش افتاد مثلا، یا بختگان کامل خوش شده؟ آره به سلامتی. نه بابا من بچگی اونجا کمپینگ رفته بودم. خب یه طالابه. ببین ماها خیلی راحت میگیم خوش شده، خب اوکی مثلا خوش شد. مثل توی اپیزود آخرت میگفتی که اون رئیس مرد، خب اوکی فردا چیکار کنیم مثلا این جلسه رو، میدونی ماها اینقدر دیگه. ولی این خوش شده یعنی یه دنیا اتفاق، یعنی که میدونی مساحت بختگان
140 هزار هکتاره مساحت این دریاچه، این عضو میخوام این تالاب حالا. و اگر بگیم مثلا تالاب عمقش 2 متر 2 متر 3 متر حالا مثلا 6 متر حالا کمتر، ببین چه حجم آبی خوش شد، ضرب در این مساحت بکن. و برای اینکه بگم 140 هزار هکتار یعنی چقدر، مثلا زمین فوتبال 0.7 هکتاره اندازش، مثلا یه زمین فوتبال 5 متر مثلا حدوداً 50-70 متر عرضش و 100-120 متر طولش، یعنی 200 هزار زمین فوتبال، یعنی وقتی 140 هزار هکتار 200 هزار زمین فوتبال خوش شد یعنی چی؟ یعنی جایی خیلی وحشتناک، اصلا باورش نمیشه. خیلی ترسناکه. یا گاوخونی، اینکه مثلا بعضی اشتباهات مهندسی بدون حساب کتاب، مثلا زاینده رود و مثلا حوضه آبی زاینده رود، خب زاینده رود پر آب بوده مثلا رودخونه، و خب مثلا اطرافش آدم‌ها زندگی می‌کردن، یه ناحیه توریستی بوده مثلا روش پل، یعنی 33 پل زدن روش دیگه، ببین چقدر بزرگ بوده. حالا ما اینا رو دیدیم همه رو دیگه، ولی شاید یه زمانی صحبت بکنیم بگیم که مثلا 50 سال دیگه بچه‌هامون صحبت کنن بگن که اینجا یه 33 پلی بود مثلا. ولی اینکه توسعه نامتوازی، مثلا رشد جمعیت زیاد شده، یه سری صنایعی که آب زیاد، مثلا فولاد مبارکه اصفهان مثلا، یه سری صنایعی که آب زیاد می‌برده، یا مثلا کشاورزی رو توسعه دادن آب کم اومده، بعد گفتن چیکار کنیم آب کم اومد، بریم از زاگرس مثلا تونل کوهرنگ، تونلیه حالا تونلیه ساختن خیلی هم از لحاظ مهندسی باحاله، مثلا اونجا آب بیاریم که زاینده رود رو مثلا یکم این آب رو تامین کنیم. بعد چه اتفاق افتاده؟ به جای اینکه اون آب رو تامین کنن، پس دوباره اینجا توسعه پیدا کرده، کشاورزی رو توسعه دادن. یعنی آب تامین کرده بودی که جبران بکنیم اون افتو، باز دوباره توسعه دادیم. میدونی واقعا این یعنی هم ناراحت کننده هم جالب این بحث واقعا. و خب این روزا کاوه مدنی و رفیقمون خیلی توی اخبار اومده، جای مختلفی حرف زده، اون که کاملا مقصر و مسئولین میدونه و آمار ارقامی که میگفتش اینا من برام خیلی جالب بود. من اصلا کلا نمیدونستم 90% آب ما برای کشاورزی استفاده میشه توی ایران. آره این خیلی رقمه، نمیدونم تو کشورهای دیگه همین رقمش انقدر بالاست یا نمیدونم. و ولی دام نیست رقم دقیقش، ولی از این 90% هم 1% خیلی گنده تر هیچ اسراف میشد ظاهرا. آره دقیقا. ببین ما درسته 90% آب، حدود 90% آب کشاورز، ببین حالا ما میگیم 90%، ولی واقعا مشکلی که تو ایران هست ما آمار آنچنانی نداریم که دقیق بگیم چقدر، و خب یه اشکاله توی هیچ داستانی ما اونقدر یعنی دیتا یا میجرمنت، یه چیزی که دقیق بگیم چه اتفاقی داره میفته نداریم، ولی ما حدودی حالا صحبت میکنیم، ولی حدودی خیلی پرت نیست. 90% آب ما توی کشاورزیه، مثلا 7-8% توی بخش شوربه که آب حالا با ارزشیه، مثلا 2-3% هم توی صنعت. ببین راندمانی که ما از این آب استفاده میکنیم، و اینو میخوام بهت بگم، این سوالی که پرسیدی اینه که نه ما پنجمی ششمی کشور نمیدونم یا همچین عددی زیر تاپ 10 از که کشاورزی فاریاب یا ایریگیشن داریم، نه کشورهای این کارو معمولا نمیکنن. ما ببین مثلا خب آبیاری میکنیم دیگه، یعنی ما قاعدتا نباید آبیاری بکنیم، بایستی یه سری راهکارهای دیگه ای داشته باشیم، یا حالا اگر آبیاری میکنیم محدودتر باشه. دامینو افکتی که خوزستان به این روز اومد، یعنی از یه دوره مثلا تصمیمات بعدی گرفته شده بعدی یه و دیگه هم هی اینا رو هم دیگه کامپاوند شدن که آره. به این وضعیت امروز تو، و حالا در چیزی که برداشتی من کردم اینه که این اتفاق هم حالا درست پیشه هم نخواهد بود، اتفاق نیست که یه شب بشه یه معجزه کرد نه. و اینا نه. یه شبه اتفاق نیفتاده. ببین ما رامین چاه زدن رو از قبل از انقلاب شروع کردیم، خیلی از دشتای ما قبل از انقلاب ممنوعه شده بوده، دشت مشهد، دشت رفسنجان، خیلی از این دشتا قبل از انقلاب ممنوعه شده. دشت ممنوعه یعنی چی؟ یعنی دیگه به شما دولت، یعنی سازمان آب، حالا متولی آب، به شما اجازه نمیده که اونجا چاه بزنید. این دشت ممنوعه بوده، یعنی چی؟ یعنی ورودیمون کمتر از خروجیمون بوده، انقدر برداشت می‌کردیم که هر سال 1 متر 2 متر آب افت می‌کرده.
یعنی این داستان داستانی نیست که یه شبه به وجود اومده باشه یا به یک نظام یا به یک جایی مثلا به یک شخصی مربوط باشه، یه داستانیه که سابقه طولانی مدت داره، ولی اشکالش اینه که کسی اینو حل نکرده. یعنی راه حلا همه دو روزه سه روزه، دو ساله سه ساله، در صورتی که مشکلات منابع آب مشکلاتی هستند که 50 سال 40 سال زمان میبره که شما صبور باشید مثلا این مشکل رو حل کنید. کاری که ما کردیم اینه که مثلا اینکه سر درد میکنه مسکن، سری یه جایی سرمون درد میکرده مسکن خوردیم، یعنی این سندروم، یعنی سیندروم یا سندروما رو مثلا ما علائم رو فقط خاموش کردیم، ولی دلیلش رو نرفتیم پیدا کنیم که سر درد میکنه. شاید عینک نمیزنی یا شاید چه میدونم زیر کوله میخوابی شبا بمونه، کمان که الان خیلی تیره. این عدم مسئولیت هم واقعا سمت دولت واقعا عجیب غریبه. خب دیدیم دیگه توی بدین که یه پیشگیری بکنن به این مسئله خیلی جدی رسیدی کن، چون بدون منابع طبیعی نابود میشه کشور دیگه، اصلا یعنی درمان غیر ممکن میشه زندگی. و خب خیلی هم داستانی مخرب شدیم از آدمی که سوء استفاده میکنه. من خودم دوستایی داشتم مهندس صد بودش که میگفت مثلا رئیس کلشون ارقاما رو همه رو بالا پایین کرده بود که مثلا 3-4 برابر پول بگیره. خب وقتی که میدونی اینجور اختلاسات از تو همه طبقات جامعه دیگه رایج شده و هی هم سوء استفاده میشه و توجه نمیشه، طبیعتاً خب احتمال این که یه خرابکاری و گندکاری مثل این چیزی که وضعیتی که امروز دیدیم بیشتر میشه. یعنی ترکیب این عدم مسئولیت پذیری و اختلاس و متخصصای درست حسابی نداشتن، دانشمندای درست حسابی که بیان رسیدگی بکنن، حالا چاید اتفاقاً باشه یه مطمئنن خیلی آدمای متفکری هستن ولی چاید کسی به اونا گوش نمیکنن، میدونیم. و همه این چیزا دست تو دست داده که به این وضعیت بیاد و آدم میبینی آدم ناراحت میشه دیگه، میبینی آدم دیوونه میشه وقتی که میبینی که مثلا حتی ساده ترین امکاناتی دیگه فراهم نمیشن برای مردم. و اینجاست که یه صحبتی که مثلا خب برام پیش میاد اینه که مردم درست الان تقصیر دولته، اونا گوه کشوندن همه چیو، ولی الان قدمایی که مثلا مردم میتونن بردن، آیا میشه مثلا یه ادویکیشن ایجاد کرد که آقا بگیم این تصمیم رو فعلا کوچولو کوچولو همه خودشون شروع کنن برای پیشگیری یا بدتر شدن؟ نیروهای شاید خلاق و شاید متفاوت و جدید و یا به کمک تکنولوژی، نمیدونم، میدونم دارم اینجا بلند بلند فکر میکنم، یعنی جوابی که سوال مثلا شما میخوام مثلا مثال بزنم، ما که برنینگ من رفته بودیم چندین سال پیش که اون تو اون فضا تو کویر یه پارتی گنداست که همه رو دراگ دارن صبح تا شب اشغال میکنن و اینا، من یادم که توی تنت ما توی هکی هم اکیپ میرن و اینا، ما یه سیستمی اتفاقا شهریار همین دوستم که همیشه مهمون پادکست کمک کرده بودن با بقیه بچهای اونجا یه مهندسی کردن، یه سیستم برای اینکه انقدر گرم بود و خب آبم نمیخواستیم مصرف زیاد بکنیم، کسی میخواستیم پلاستیک نیاریم و از این حرفا، ما آبی که مثلا خیلی کم باش دوش میگرفتیم همون آب رو یه جوری تصفیه میکردیم میفرستادیم توی لوله‌ای که میرفت توی کولری که درست کرده بودن که اون چادرمون رو خنک بکنه. یعنی ببینید حالت سستینبل و چی میگن سیستمایی که بتونیم حداکثر استفاده رو بکنیم از آب و اسراف نشه، یعنی اسرافمون رو به حداقل برسونیم. خلاصه اینو می‌خواستم در پرانتز فقط بگم که در اصل سوالم برگردم به همون سوالم که این قدمایی هستش که کشاورزا یا خود آدمای عادی بتونن بدن، چون قدیم ما فکر می‌کردیم می‌گفتیم تو شهر مثلا لوله آب روشن نگه نداری اینقدر فلان و این چیزا، ولی مثلا وقتی که متوجه میشم 10% آب ایران 90% اگه کشاورز 10%ش فقط به چیزای دیگه است، واقعا برام سوال پیش میاد که خب چه قدمایی ما میتونیم بتونیم بیشتر بردیم، کشاورزا چه قدمایی میتونن بیشتر بردارن، چون اگه منتظر اگه دولت هم بخوایم باشیم که خدا میدونه کی بخوان اینا رو درست کنن. کاملا درسته، یعنی که اولا خب من مسئولیت اصلی رو دوش دولت میدونم واقعا، نمیشه که مثلا کتمان کرد که اینا یه سری اشتباهاتی نداشتن، چون مردم که صد نساختن توی مثلا اینکه مثلا ارومیه خوش شده، مردم که صد نساختن که ارومیه خوش شده، یا مثلا یه جاده از وسط دریاچه ارومیه، یعنی مثلا اینکه کوچکترین مطالعه زیست محیطی قبل از هر پروژه‌ای باید انجام بشه شما انجام بدین، میفهمی که یعنی از چه میدونم از مثلا داداش 10 سالت اگه بپرسی که به نظرت وسط یک دریاچه جاده بزنم چه اتفاق میفته، بهت میگه خوش میشه اکوسیستمش مثلا به هم میریزه. منظورم اینه که ولی در این حال
خب مردم حالا دنبال سودشونن، آدما کلا دنبال سودشون میگردن. یعنی وقتی نظارت نباشه، یعنی بازم دولت وقتی نظارت نمیکنه روی مثلا فرض کن توی دریاچه ارومیه سد زدن، خب ولی سهم دریاچه ارومیه رو به پایین دست ندادن و حالا اگر یه مقداری دادن، یعنی سد و مدیریت کردن، بهره برداری از سد و مدیریت کردن، یه سری از آدما اون پایین دست سد مثلا کشاورزی کردن، مثلا سیب کاشتن یا درخت انگور، مثلا میبینی هندونه کاشتن. مثلا میدونی ما خودمونم روی این که خودمون حداقل میتونیم رو خودمون یه سری نظارتایی رو بکنیم، ولی در نهایت و دولت مردا که خارج از مردم نیستن، اونا هم هستن. کاری که فرض کن ما هر کسی، ولی نمیتونیم وایسیم بگیم که حالا دولت مردا کار نمیکنن، حالا ما وایسیم ببینیم که تا چی میشه. مثلا یه ضرب المثلی البته هست، نمیدونم یه آیه است، نمیدونم چیه، که میگن که آدما به دولت مردا یا حکرانانشون نگاه میکنن که اونا چی کار میکنن، یعنی مردم ملت یه جامعه به حکرانانشون نگاه میکنن که اونا چی کار میکنن. ولی خب بعضی وقتا نگاه نکنیم، ببینیم که مثلا خودمون چی کار میتونیم بکنیم تو مقیاس کوچیک تو ایران. آره آره، واقعا تو این قضیه چیزه، یه فاجعه است انگار. اینی که این خب این یه مثال خیلی جالب بود که شما زدید که آقا شما مثلا از همون آبی که دوش می‌گرفتین گفتین برای کولر از همون استفاده کنید. همینجا توی آلمان، خب یه جاییه که متوسط بارندگی بالایی داره، یه کشور مرطوبه، نگاه می‌کنید وقتی که بارون میاد اینا یه سری بشکه‌ای دارن که این آب ناودون، مثلا یه ساختمون دو طبقه، آب ناودونشون رو توی دو تا یا سه تا بشکه جمع می‌کنن و از این آب که پاک‌ترین آبه، یعنی تمیزترین آب دیگه، از این آب برای آبیاری درختاشون تو حیاط استفاده می‌کنن. خب این یکیه. دو اینی که مثلا توی شهرها چی کار میتونیم بکنیم. حالا این حرفی که درسته که ما 7% از آبمون رو توی مثلا بخش شرب استفاده میکنیم، ولی خب این آب ارزشمندیه چون انرژی براش مصرف شده، یا این آب گرونیه، مثلا اگر آب کشاورزی قیمتش 50 تومن باشه یا 60 تومن، آب شهری 600-700 تومن، بازم که میگم گرون فکر نکنید خیلی گرونه. ولی چی کار میتونیم بکنیم؟ اینه که از همون آب میتونیم برای رشد گیاهامون استفاده بکنیم. ببین شهرها به خاطر سهم آسفالتی که دارن، اینه که آسفالت سیاه رنگه، خیلی از انرژی که مثلا یعنی اشعه ماورای بنفش که وارد میشه، مثلا وارد سطح زمین میشه، خیلیش انعکاس پیدا میکنه، بهش میگن ضریب آلبیدو. حالا مثلا این مثلا دانشمندا بهش میگن ضریب آلبیدو، یعنی یه بخشی از نور یا انرژی منعکس میشه و اگر سطح شما بیشتر باشه این ضریبتون میاد پایین. و یعنی چی؟ یعنی شهر شما گرم میشه. حالا یه سری عوامل دیگه هم هست، حالا ماشینا شهر رو گرم میکنن به خاطر موتورشون یا هر چیز دیگه. ولی خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ اینی که فضای سبز که ضریب آلبیدو بالاتری داره تا میتونیم ببریم بالا. یه چیزی که توی الان توی آلمان خیلی دارن روش کار میکنن بحث گرین روف یا مثلا سقف‌های سبز، مثلا درسته اینه که یه سری گیاهایی رو روی سقف‌هایی که همیشه تیرن و مثلا سیاهن زشتن، ما بتونیم از اینا استفاده بکنیم به عنوان فضای سبز که این ضریب رو کم کنیم و مثلا واقعا تاثیر داره. یعنی شاید 2 درجه دمای متوسط شهر بیاد پایین. وقتی 2 درجه میاد پایین یعنی چی؟ یعنی کولر رو شما کمتر استفاده می‌کنید، ما هم که کولرها همه آبی، یعنی آب کمتر استفاده می‌کنیم و به اینا در نهایت باعث میشه همه ما به اینا فکر کنیم. و وقتی فکر می‌کنیم میتونیم، وقتی من یک کاری رو خود انجام میدم میتونم تذکر بدم به همسایه‌ام که شما هم این کارو نکنید، ماشینتو نشور. و اینی که ارزش آبو بدونیم، مثلا یه سری جاهایی باشن، مثلا یه سری NGO یا یه سری سازمان‌هایی باشن که به ما هی توصیه بکنن که ارزش این آب چقدره. مثلا رام من یه سوال ازت میکنم، اینی که ماشین داری؟ من خودم این اولی برادرم. آره اوکی. میدونی که مثلا سدی چند تو هر 100 کیلومتر چند لیتر بنزین مصرف میکنه ماشینش؟ نه خیلی تو این چیزا فینگم. خیلی، ولی یه سری ارزیابی ممکنه داشته باشی. مثلا تو از آدما بپرس مثلا مثلا کادیلاگوش شاید 20 لیتر چه میدونم. ولی من تو این مکانیکی خیلی مثلا کامیون میرونه. ولی
اینجوریه که ما میدونیم که مثلا اگه از من بپرسن چه ماشینی میگیری؟ آره میگم من مثلا فلان بنز کلاس فلانی گرفتم برای اینکه اون 5 لیتر مصرف میکرد، اون یکی ماشین 7 لیتر مصرف میکرد. چرا؟ چون برای بنزین داریم پول میدیم، مثلا تو اروپا 1 یورو 2 یورو برای هر لیتر بنزین پول میدیم. اما سوال میکنم میدونی ما همون ماشینی که شما میدونی مثلا 7 لیتر بنزین مصرف میکنه چقدر اکسیژن مصرف میکنه؟ نه، هیچ کس اهمیتی نمیده، برای اینکه براش پول نمیدیم. منظورم اینه که در نهایت ما اگر برای چیزی پول واقعیشو میدیم، هر کالایی میخواد پاپ باشه یا هر داستان دیگه ای، وقتی قیمت گذاریش عادلانه باشه و مثلا کشاورز یا مردم به صورت عادلانه این پولو پرداخت بکنن، اون موقع ما بهش فکر میکنیم و براش برنامه‌ریزی میکنیم. و اگه بدونیم آب چقدر ارزشمنده، آب همون قیمت همون طلا است، و خب سعی میکنی از ویست کردنش حالا این آبو وارد یه چرخه‌ای بکنیم، در نهایت اگر درختی داریم مثلا آبی که مثلا سیفون مثلا اگر مثلا استفاده میکنیم کمتر استفاده بکنیم یا یه همچین چیزی. آره و میدونی منم نمفهمم تعریف کردم، من بابا قبل از فوتش داشت یه انجیوی آب میزد تو ایران، چون خیلی نگران وضعیت آب بود و با کلی متخصص دیگه جمع شده بودن و متاسفانه خب هیچ وقت نشد، ولی چون اینا قشنگ پیشبینی همچین وضعیت رو میکردن و میخواستن آگاه‌سازی بیشتری بکنن توی این زمینه. ولی میگم وقتی که به خاطر دلایل امنیتی، به خاطر ترس، به خاطر میگم بیمسئولیتی و سوء مدیریت، میدونی آدم ها خب خیلی هستن که الان ناامید میشن. مثلا تو خیلی هستن تو ایران واقعا یه شجاعتی دارن که دارن توی حوزه محیط زیستی هنوز کار میکنن، ولی خیلی هم دیگه وحشت دارن به خاطر اتفاقاتی که میفته، به خاطر عواقبی ممکن براشون داشته. آدمایی که دلسوزن، آدمایی که واقعا دارن زحمت میکشن برای خاک و زمین ایران، میدونی خب شرایط وقتی که فراهم نباشه برای اینا که بتونن کارشون رو راحت بکنن و این ترس و مثلا میدونی الان توی انوایرمنتالیست باشی توی ایران مثلا میگه او من دیوونم برم اینجا که مثلا یغم بکنن مثلا الکی الکی، میدونی میگه من میرم سوئیس کار میکنم، من میرم مالزی کار میکنم، من میرم آفریقای جنوبی یه جا خیلی راحت مارین بیولوژی ما میکنم مثلا. خب اینم یه ذره نگران کننده است دیگه، وقتی که برخورد درست، اون احترام گذاشته نمیشه برای بچهای محیط زیستی. خب و میگه مثل کارهای دیگه که با صدات افشاری هم داشت میگفتن، وقتی مسئولین میان توی مقام و پستایی که اصلا هیچ گونه اطلاعاتی در موردش ندارن، خب طبیعتا راه ها رو بیشتر باز میکنه برای اینکه سوء استفاده بیشتری بشه توی اون حوزه. و میگم ترکیب خب سختی دیگه، خب اینکه هم مسئولین بیان بیشتر مسئولیت به عهده بگیرن و سعی کنن قدم های درستری بردارن و خود مردم هم آگاه سازی بیشتری بکنن. سخته میگم، یعنی تا این حرفم واقعا نمیدونم سوالم چیه، فقط بدونی همه ما میدونیم یه مشکلی هستش الان. میدونی فقط این که راه کردمون چیه که به یه جای بهتری برسیم. و ببخشید حرف دقت میکنم، ما به نظر من ماها راجع به مرگ مثلا فکر نمی کنیم، برای اینکه فکر می کنیم مرگ دوره، نمی فکر نمی کنیم، همیشه فکر می کنیم مرگ برای همسایه‌مون اتفاق می افته، یعنی فکر می کنیم برای خودمون. محیط زیست هم همینطوریه، ما فکر می کنیم که مشکلات ما مثلا مشکلات محیط زیستی 10 سال دیگه حالا 50 سال دیگه اتفاق می افته، مال من نیست، مال نسل بعدیه. ولی نه، الان داریم می بینیم توی خوزستان، توی ارومیه، می فهمیم که آقا مشکلات محیط زیستی مال ماست، تو 2 سال دیگه اتفاق میفته. اگر ما جلوشو نگیریم، ببین مهاجرت های اقلیمی الان توی دنیا مثلا کورس درس میدن دیگه راجع به مهاجرت های اقلیمی. الان ارتش های دنیا مثلا توی آلمان، مثلا حالا ارتش های دنیا دارن یه واحد هایی رو درست میکنن که از مهاجرت های اقلیمی جلوگیری کنن، برای اینکه میدونن توی خیلی اگه زمان بگذره خیلی کشورها مجبور میشن مردم مهاجرت کنن، کما اینکه الان تو ایران اتفاق میفته ولی داخل کشور، یعنی از یه ناحیه‌ای وقتی که یه کشاورزی دیگه زمین نداره میره یه جای دیگه، میرن توی خیلی از کشاورزا رو من میدونم توی کوره‌های آجرپزی مثلا میرن کار میکنن یا جای دیگه اصلا داخل شهر کار عملی. ولی همین در نهایت اگر مردم ماها بدونیم هممون که این چقدر ترسناکه و اگر و ممکنه 5 سال دیگه اتفاق بیفته، اتفاقی که برای خوزستان افتاد ممکنه برای تهران بیفته 5 سال دیگه، برای مشهد، برای خیلی جای دیگه بیفته.
و اینو ببینیم و اگر اینو درک بکنیم، یا مثلا NGO ها یا تک تک آدم ها، اگر به این نتیجه برسیم که آقا بیخ گوشمونه ها خطر، و اون موقع بعد یعنی این استرس، این که مثل همین پاندمی که الان هست، این که الان داری میبینی سری آدم ها کشته میشن، دیگه مردم متوجه شدن که داستان چیه، واقعا جدیه. این هم همینطوره. فکر میکنم من باید ببینیم، یعنی سهم NGO اینه که به ما، نمیدونم، حالا سهم تک تکمون، حالا محدود نکنیم به NGO، واقعا سهم تک تکمون اینه که رو رفتارهای هم نظارت کنیم و بدونیم که خطر خیلی نزدیکه. نه جواب خیلی خوبی بود، دمت گرم. آره چیزی که هستش اینه که چون همش من توی اخبارهای مختلف این چند وقته که نگاه کردم و این سری صحبت‌های آدم مختلف، همه ایرادا رو میگفتن ولی راه حل کمتر شنیدم. میدونی راه حل واقعی که میدونی، حالا بالاخره از همین و تمامون شروع میشه تا به همه طرف، یعنی و همین که در موردش هم داریم صحبت میکنیم، ما اینم یه آگاه سازی دیگه که متوجه شیم که آقا واقعا این مسئله واقعا به قول تو بیخ گوشمونه، باید جدیش گرفت. همینطور در مورد میدونی تغییرات اقلیمی و همه این داستان و همه چیز تاثیر داره واقعا دیگه، همه این چیزا کوچیک. ولی میگم اون ساید به قول چیز سلفیش جینمون، اون قسمت اون ژن خودخواهمون، خیلی وقتا اصلا تو فکر فقط بقای الانه دیگه، فکری به آینده نگری نمی کنه که آقا نسل بعدی خودشون حالا میرن حل میکنن مسئلهشون. من الان میخوام برم فقط میدونی توی عشق و حال خودم غرق بشم و برام خیلی مهم نیست به تخمم که بقیه دارن مثلا دهنشون صاف میشه. متاسفانه خب خیلی ها با این طرز فکر میدونی به خیلی از مسائل نگاه میکنن. از این طرف دیگه هم خیلی ها خب آگاهن ولی نمیدونن چیکار بکنن. و میدونی تضاد دنیای مثلا جهان اول و جهان سوم، تو وقتی که تو آمریکای شمالی اروپا توی اون رفاه و راحتی داری زندگی و با یه سری مسائل خیلی مسخره ای تو مواجهی، بخاطر شدت این که برای همین آدم اینور به نظرم خیلی خلوچل میشن توی این سر چیزای کوچولو به هم دیگه گیر میدن و دیوونه بازی در میارن، بخاطر اینکه اصلا نیم براشون قابل لمس نیست اون درد، اون اتفاقات، اون تمام بدبختی هایی که توی کشورهای در حال توسعه هست داره پیش میگیره. و نمیدونم، میدونی دنیا به سمت عجیبی داره میره دیگه. و من خودم مثلا میگم برای من امروز صحبتمون خیلی جذاب بود، این اینقدر چیز یاد گرفتم و توی جایی توی مقطع زندگیم هم که دوست دارم تمام گوهایی که تو جوانیمو زدم یه جوری پس بگیرم و سعی کنم چیز مثبت به دنیا پس بدم حداقل بعد از این همه گند زدن. ولی میدونم شاید برای بعضی مثلا دارم گوش میکنم که با این چه چرت و پرتی دارم شفیزم، با برین دو تا درینک بزنید و بگیم و بخندیم، ولی خب اینا مسائلی که واقعا بهش فکر میکنم و دوست دارم که یه جوری سعی کنم کمک بکنم تو این صحبت ها. توی بحث چیز کشاورزی آبیاری چیز دیگه هستش بخوای اضافه کنیم؟ من تو فکر کنم دونیم ساعت ها با هم حرف بزنیم، دوست دارم یه اپیزود دیگه هم با هم صحبت بکنیم بیشتر، بریم توی یه سری دیتیل های دیگه، ولی امروز چیا مونده که دیگه با در موردش حرف بزنیم؟ یکی که راجب مسئولیت اجتماعی، قبل از اینکه بریم جلو اینکه راجبش حرف بزنیم که خیلی مهمه به نظر من، اینه که ببین بعضی از کارا رو میتونیم از خودمون شروع کنیم. هر آدمی یه درخت بکاره، کدوممون تو زندگیمون چند تا درخت کاشتیم؟ مثلا حالا به عنوان یه داستان ساده اگر درخت بکاریم که فکر میکنم کسی دستگیرمون کنه یا مثلا بگن چرا داری درخت میکاری، میشه یه جایی رو پیدا کرد، کمک میکنه همه اینا. این من میگم از چیزای کوچیک شروع بکنیم برها. و راجب آب خب حرف خیلی زیاده، خیلی از حرفا رو ما نزدیم، مثلا اینی که چجوری شد ما چه راهی رو یعنی طی کردیم، مثلا از کجا شروع کردیم که الان به این نقطه رسیدیم و از الان به بعد چیکار بکنیم، حالا این که چجوری از متخصصینمون استفاده بکنیم، چه راهکارهایی داره وضعیت کشتمون رو چجوری، چون من راجع به هلند مثلا صحبت کردم ولی خب یه سری تجربه شکست هم تو دنیا هست، مثلا میتونیم از هند تجربه شکست بگیریم، از برزیل، از خیلی کشورهای دنیا میتونیم تجربیات مختلف رو داشته باشیم و اون کارا رو نکنیم لااقل. و ما حداقلش اینه که الگو نشیم برای دنیا توی مثلا اگه بخوان ما رو برای بعضی از مسائل شکست
مثلا مثال بزنن، تو کتابای درسیشون ما رو مثال بزنن. و حرف راجع به آبیاری منابع آب کلن خیلی زیاده، یعنی میتونیم ساعت‌ها بشینیم و هم دیگه حرف بزنیم، ولی من فکر می‌کنم که این واقعا ازت ممنونم که همچین بحثی رو باز کردی و اینکه این فقط یه اوپنینگه، یعنی یه بحثیه که انگار مثلا سخنران اولش شروع میکنه، میگه ما راجع به این داستان به نظرم بیشتر فکر کنیم و بعد آدم ها میان و همه جمعی با هم دیگه فکر کنیم. به نظر من خودش یه پیشرفته، یه قدم رو به جلوه. سوال آخرم شاید سوال مسخره‌ای باشه، ولی بیشتر کره زمین آبه اگه اشتباه نکنم دیگه، درسته؟ آره. ولی خب سالت واتر دیگه نه؟ آره آره دیگه. 3% فقط ما میتونیم، آب شیرینه یعنی، سالت واتر نیست. واقعا 3% فقط شیرینه؟ آره. چقدر کم. خب ولی خب با پیشرفت تکنولوژی که داره دنیا به سمتش میره دیگه، که اگه بشه این آب، این سالت واتر رو به آب شیرین تبدیل کرد. سالت واتر به فارسی چی میگن؟ آب نمکی میگن یا آب شور؟ آب شور یا لبشور. آب شور رو چجوری میشه به آب شیرین تبدیل کرد اگه یه تکنولوژی به وجود بیاد؟ آیا همه این مسائل حل میشه یا نه یه سری مسائل جدید پرزنت خواهد شد؟ آره دقیقا، مثل هر تکنولوژی دیگه ای. رام الان هست، خیلی این تکنولوژی هست، از روش اسموز معکوس استفاده میکنن، میگن ریورس اسموزیس. چی میشه؟ یه توضیح میدی؟ ببین بخوام خیلی ساده بگم، یه پرده ای رو در نظر بگیر که پرده بگیم نیمه تراوا، مثلا آب میتونه ازش عبور بکنه ولی نمک نمیتونه، یعنی این روزنه های این پرده یا پارچه یا هر متریال دیگه ای اونقدر ریز هست که آب ازش عبور بکنه ولی اونقدر ریز نیست که ذرات نمک ازش عبور بکنه. اگر ما یه سمت این پرده آب شور بریزیم، یه سمت این پرده آب بدون نمک بریزیم، آب همیشه دوست داره بره یه محیط دیگه ای رو رقیق بکنه، یعنی اون آب شیرینه که بدون نمکه دوست داره بره به سمت آب شوره که رقیقش کنه، یعنی بعد از یه مدت ما میبینیم که اون آب شیرینه بدون نمکه داره میره سمت آب شوره. حالا اینو بهش میگن اسموز. حالا ما اگه بخوایم آب شوره بریم بره سمت آب شیرینه چیکار میکنیم؟ بعد انرژی مصرف کنیم، هول بدیم این آب رو سمت آب شیرینه و نمکش بمونه رو دستمون. اینو بهش میگن اسموز معکوس، یعنی این فرآیند رو معکوس انجام بدیم. خب این یه فرآیندی که خب آبو از این طریق شیرین میکنه، مثلا عربستان خیلی از این تکنولوژی استفاده میکنه و ایران هم هست، یعنی الان جنوب آب کارخونه های آب شیرین کن دارن، دستگاه آب شیرین کن میذارن که از این و خیلی، حالا اسموز معکوس یکیشه، خیلی شیوهای دیگه هم هست، یعنی خیلی حالا اونش مهم نیست، تکنولوژیش اینه که این روش گرونه، چون انرژی براش صرف میکنیم خیلی انرژی، این برامون گرون تموم میشه. یک دو اینه که مسائل زیست محیطی داره، یعنی چی؟ یعنی ما فرض کن الان آب دریای عمان رو شیرین میکنن میفرستن مثلا مثل سرچشمه، کرمان یا گلگهر، معدن، شنیدی اینا رو؟ نه. آره و ولی خب مثلا حدودا بگم $3 تموم میشه متر مکعب، اینکه پمپ اونجا شیرین بکنی، آبو از دریای عمان یا مثلا از اقیانوس بگیری شیرین بکنی و بفرستی اونجا، ولی با این حال که $3 تموم میشه قیمتش، برای صنعت میارزه. اما ما اگه یه واحد آبو بخوایم شیرین بکنیم، یه واحد آب شور رو بخوایم شیرین بکنیم، 80% ممکنه آب باشه ولی 20%ش نمکه یا فضولات یا یه سری متریالی که میمونه رو دستمون، اونا رو چیکار کنیم؟ اونا راحت ترین راه اینه که بدون هیچ مطالعه زیست محیطی اونا توی آب خالی کنیم دیگه، دوباره برگردونیمش به دریا، درسته؟ مثلا به اقیانوس. ولی خب اینی که این طول میکشه که این نمک دوباره برگرده وارد اکوسیستم و کل اکوسیستم و منطقه رو به هم میریزه، و باز باید برای اون یه راه حلی پیدا کنیم، مثلا اینو بگیم اینا نمکش رو تصفیه کنیم، بسته‌بندی کنیم، بفروشیم. حالا میشه مثلا چیز کرد، اینی که مثلا برای همین یه مثلا تخصصایی هست، تخصص مثلا این تخصصی که روی این کار میکنن که چجوری بازیافت مثلا کارخونه ها رو بشه ازش استفاده مفید کرد.
ولی خب اونم یه داستان دیگه است دیگه، میشه ولی گرونه. آره دیگه جالب این بحث که مثلا اگه میرون همیشه وقتی میخوندم در مورد این که اگه زنبور ها از بین برن انسان هم از بین میرن، میدونی یه چیز کوچیک توی این اکوسیستم اگر جا به جا بشه همه به همه ما نابود میشیم. و به این عواقبش خب خیلی وقتا فکر نمی کنیم و متوجه نمیشیم تا اون کار احمقانه رو نکردیم. ای جالبه، میگم باید شد این کلی سوال جدید برام پیش اومد که بهش فکر کنم در موردش بیشتر و بیشتر حالم گرفته بشه شب وقتی که میخوابم. این غمگین ترین پادکست تو بوده. خیلی کم ما غمگین بودیم و ناراحت از حال دنیا، اینم حالا بهش اضافه شد. ولی نه، بحث خیلی مفید و آموزنده بود واقعا. دمت گرم عیار، امیدوارم که بازم میگم برگردی که با هم دیگه بشینیم مفصل دوباره صحبت بکنیم در مورد این مسائل. امیدوارم بتونیم، من یکم مطالعه بیشتر بکنم چون دور بودم رفتم سمت خاک، یکم مطالعه بیشتر کنم بتونیم یه اپیزود راجع به این که راجع به آب مجازی یا آب سبز یا نمیدونم تجارت آب یا این که کشتای مختلف مثلا که چجوری این مسائل میشه حل کرد، تجربه دنیا چجوری بوده. شاید جالب باشه که بدونیم دنیا وقتی با این مشکلات روبرو شدن اونا چجوری حلش میکردن. چون چرخو که دیگه دوباره نمیخوایم دوباره چرخو اختراع کنیم، که میخوایم از تجربیات بقیه استفاده بکنیم. دقیقا. آره. دمت گرم هر جو، موضوع خود باش با هم در تماسیم. خیلی لذت بردم. میبینم دو چات. خدافز. خوابالو مثل یه عبر علاف این ورو اون ور میرم می نقشه با صورت نشسته هی خودم و دل داری می دم مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری مثل یه شنبه شدم خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور من به فکر گم شدن دکتر به فکر درمون میگه روزی سه دفعه باید برم بگیرم بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا بی خواب و خوابالود باز خواب خوب ندیدم خبری نشنیدم حتی